به نام خدا، اشرف حسن پور هستم، دکترای تخصصی علوم تشریح و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. با مبحث هیومن استرولوژی یا استخوان‌شناسی بدن انسان در خدمت شما هستیم. این مجموعه شامل 4 بخش تحت عناوین استخوان‌های جمجمه، بونز آف دسکال، استخوان‌های ستون مهره و دنده‌ها، بونز آف د ورتبرال کالم اند ریبز، استخوان‌های اندام فوقانی bones of the upper limb و استخوان‌های اندام تحتانی bones of the lower limb می‌باشد. تهیه شده در گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی شیراز. به نام خدا، اکسیال اسکلتون یا اسکلت محوری شامل اسکال یا جمجمه هست که در قسمت اول این مجموعه در مورد اون صحبت شد. در ادامه ورتبرال کالم یا ستون مهره رو داریم و توراسیک کیج یا قفسه سینه که در این جلسه در مورد اونها صحبت خواهیم کرد. توراسیک کیج یا قفسه سینه در جلو از استخوان استرنم یا جناح تشکیل شده، در طرف این ریبز یا دنده ها رو داریم و در پشت 12 مهره سینه ای در ساخت اون مشارکت میکنه که ما در مورد این استخوان ها به تفصیل صحبت خواهیم کرد. همونجوری که مشاهده میکنید توراسیک کیج یا قفسه سینه یک اینلت یا ورودی داره و یک اوتلت یا خروجی. اینلت یا ورودی قفسه سینه از اولین مهره سینه ای، دنده اول و قسمت بالای استخوان استرنوم تشکیل شده و اوتلت یا خروجی اون از غضروف های دنده ای و دنده دهم تشکیل شده. همونجوری که مشاهده میکنید استرنوم در جلو هست، ما 12 دنده در طرفین داریم که از این 12 دنده، دنده اول تا دنده هفتم به صورت مستقیم هم با کوستال کارتیلیج ها یا غضروف های دنده ای وصل میشن به استرنوم و اصطلاحاً ترو ریبز یا دنده های حقیقی نامگذاری میشن. دنده 8، 9 و 10 به واسطه غضروف های دنده بالایشون وصل میشه به استرنوم و اصطلاحاً به اونها فالس ریبز یا دنده های کاذب گفته میشه و دنده 12 و دنده 11 این دو دنده به جز مهره ها به جای دیگه اتصال ندارن و اصطلاحاً فری ریبز یا دنده های آزاد یا فلوتد ریبز یا دنده های شناور نامگذاری میشن. در اینجا یک ناچی رو مشاهده میکنید که سوپرا استرنال ناچ نامگذاری میشه. سوپرا استرنال ناچ اگر یک صفحه فرضی از اینجا عبورش بدم در اینفریر بوردر مهره T2 این صفحه فرضی عبور خواهد کرد. در قسمت پایین از اتصال غضروف های دنده یا کوستال کارتیلیج ها یک حاشیه ایجاد میشه که به اون کوستال مارجین گفته میشه. قسمت رأس کوستال مارجین در این بالا زاویه ای هست که اینفرا استرنال انگل نامگذاری میشه و اینفرا استرنال انگل در امتداد کوستال مارجین ها ادامه پیدا میکنه. پایین ترین نقطه کوستال مارجین که مربوط میشه به دنده دهم در محاذات مهره سوم کمری یا L3 قرار داره و ما در خط مید اگزیلاری اون رو پیدا میکنیم. خب در ابتدا در مورد استخوان استرنوم توضیحات بیشتری رو ارائه میکنم. استخوان استرنوم یا استخوان جناح همونجور که مشاهده می‌فرمایید از 3 بخش تشکیل شده: مانبریم یا دسته، بادی یا جسم و زایفوید پروسس یا زایده خنجری. مانبریم یا دسته استخوان پهن هست و بر روی اون چند ناچ قرار داره. در ابتدا در بالاترین نقطه سوپرا استرنال ناچ حضور داره یا جگیولار ناچ، سوپرا استرنال یا جگیولار ناچ که همونجوری که گفتم سوپرا استرنال ناچ رو اگر من ادامه بدم
در اینفریر بوردر تیدو تقاطع خواهد کرد. در دو طرف اون کلاویکولار ناچ حضور داره که کلاویکولار ناچ محلی هست که استخوان کلاویکل جوینت میشه و مفصل استرنو کلاویکولار رو داره. اگر از سوپرا استرنال ناچ حدود 5 سانت بیان به سمت پایین، محلی هست که منبریم با بادی استرنوم جوینت میشه و در اینجا یک زاویه ای رو ایجاد میکنه که اصطلاحاً لوئیس انگل یا استرنال انگل نامگذاری میشه. پس همونجور که مشاهده میکنید استخوان استرنوم یک تحدب به سمت جلو داره و محلی که منبریم جوینت میشه به بادی رو اصطلاحاً لوئیس انگل یا استرنال انگل بهش گفته میشه. لوئیس انگل از لحاظ کلینیکی بسیار حائز اهمیت هست، چون در این سطح اگر من صفحه فرضی رو عبور بدم بسیاری از استراکچرهای مهم در زیر قفسه سینه در این سطح حضور دارن، اما در از لحاظ استخوانشناسی اهمیت لوئیس انگل مربوط به این هست که اگر من از لوئیس انگل دستم رو امتداد بدم بر روی دنده دوم قرار میگیره و در شمارش دنده ها در سطح جلو ما از لوئیس انگل استفاده میکنیم، بدین ترتیب که بعد از پیدا کردن لوئیس انگل دست رو به سمت خارج حرکت میدیم، چون در قسمت جلو دنده ها به هم نزدیک هستند و شمارش رو دچار اشتباه میکنن، بنابراین ما به حاشیه میایم و بعد شمارش دنده ها رو بر روی فرد بیمار انجام میدیم. بین دنده ها فضاهایی که مشاهده می کنید اینترکوستال سپیس یا فضاهای بین دنده ای نامگذاری میشه. خب ما از لوئیس انگل برای پیدا کردن دنده دوم استفاده کردیم، بعد از اون بادی یا جسم رو داریم که همونجور که مشاهده می کنید دنده ها توسط قضروف هاشون یا کوستال کارتیلج ها مفصل میشن به بادی و مفصلی که اینجا شکل میگیره کنترو استرنال نامگذاری میشه، کنترو استرنال. در امتداد اون جایی که زایفوید پروسس جوین میشه به بادی اصطلاحاً زایفو استرنال انگل یا زایفو استرنال جوینت نامگذاری میشه که خیلی واضح و مشخص نیست، و بعدم که ما در رأس اینفرا استرنال فوسا یا اینفرا استرنال انگل زایفوید پروسس رو میتونیم لمس کنیم. زایفو استرنال انگل در افراد اگر من از اینجا صفحه فرضی رو عبور بدم در پشت سوپریر بوردر مهره نهم رو، مهره نهم سینه ای رو ازش عبور میکنه. خب بعد از اون ما دنده ها رو داریم که همونجور که گفتم تقسیم بندی دنده ها به این شکل بود که 7 دنده اولی رو ترو ریبز میگفتیم یا دنده حقیقی، دنده 8، 9 و 10 فالز ریبز یا دنده کاذب بودند و دنده 11 و 12 فری ریبز یا دنده های آزاد. ما یکی از دنده ها رو که به عنوان دنده نرمال یا تیپیک هست رو مورد بررسی قرار میدیم و بعد از اون دنده اول رو به عنوان یک دنده ای تیپیک و دنده 11 هم رو هم به عنوان دنده ای تیپیک دیگه مورد بررسی به صورت مجزا قرار میدیم. خب پس در ابتدا یکی از دنده های تیپیک رو شما مشاهده می کنید. خب دنده های تیپیک همونجور که مشاهده می کنید دو تا انتها دارن، یک انتریر اند و یک پوستریر اند، که انتریر اند اون نسبت به پوستریر می بینید که پهن تر هست و بر روی سطح اون یک فست بیزی شکل هست که با قضروف دنده‌ای اتصال داره. بعد از اون شفت یا بادی دنده رو داریم و در قسمت پوستریر اند اون سه استراکچر حضور داره. در ابتدا هد یا سر دنده رو مشاهده می کنید، بعد از اون نک یا گردن دنده و بعد هم یک زاویه رو مشاهده می کنید که کوستال انگل نامگذاری می شه. هد یا سر دنده بر روی اون دو تا فست حضور داره و بین این دو تا فست یک کرستی حضور داره. این فست ها جایی هست که دنده با مهر
اتصال پیدا میکنه با جسم مهره، بدین ترتیب که فست فوقانی با مهره بالایی و فست تحتانی با مهره هم نام اتصال پیدا میکنه که بعداً بر روی مهره ها بیشتر توضیح خواهیم داد. و این کرست وسط هم که به یک رباتی اتصال پیدا میکنه. بعد از اون نیک یا گردن رو داریم که من در دست گرفتمش و نیک یا گردن در امتدادش برجستگی رو مشاهده میکنید که توبرکل نامگذاری شده. توبرکل جایی هست که ترانسورس پروسس مهره یا زاویه عرضی مهره با دنده اتصال پیدا میکنه و مفصل کستو ترانسورس رو ایجاد میکنه. پس بدین ترتیب مشاهده میکنید که بادی یا جسم مهره با هد دنده و ترانسورس پروسس با توبرکل و همدیگه جونت یا مفصل میشن. اینجا مفصل کستو ورتبرال نامگذاری میشه و اینجا مفصل کستو ترانسورس نامگذاری میشه. بعد از اون انگل یا زاویه یه دنده رو داریم که در اینجا شفت در امتداد اون قرار میگیره. انگل یا زاویه دنده از لحاظ کلینیکی حائز اهمیت هست به این دلیل که در افراد بزرگسال تحت تاثیر ضربات مستقیم یا غیر مستقیم ممکنه که دچار شکستگی بشه و شکستگی های زاویه دنده بسیار رایج هست. بعد شفت یا بادی رو داریم که یک سوپریر بوردر داره، یک اینفریر بوردر که اینفریر بوردرش تیز و شارپ هست، یک سطح مدیال داره که به دلیل مجاورت با پرده جمع کامل از صیقلی هست و یک لترال سرفیس که محل اتچمنت عضلات هست. در مدیال سرفیس اون و در جایی که اینفریر بوردر رو داریم یک گروو رو مشاهده می کنید که اصطلاحاً کوستال گروو نامگذاری میشه. کوستال گروو محل عبور عروق و اعصاب بین دنده‌ای هست و پوستریر اینترکوستال وسلز و اینترکوستال نروز از اینجا عبور میکنن. پس در اینجا ما کوستال گروو رو مشاهده میکنیم. قسمت جلو هم که اصطلاحاً انتریر اند نامگذاری شده بود جایی بود که فستی بود که قضروف دنده‌ای حضور داشت. این مشخصات یک دنده تیپیک هست. اما دو دنده دیگه، دنده اول و دنده دوم و همچنین دنده 11 و 12 به عنوان دنده های ایتیپیک نامگذاری میشن. دنده اول خصوصیتش به این شکل هست که همونجور که مشاهده میکنید باز ما اینجا یک هد داریم که هد اون کاملا گرد هست و بر روی هد یک فست رو ما بیشتر نمیبینیم که با تیوان یا اولین مهره قفسه سینه مفصل میشه. پس یک هد داریم که هد با تیوان جوین میشه. نک رو داریم که نک کاملا گرد هست و کوتاه. بعد از اون یک توبرکل نسبتاً بزرگی رو مشاهده می کنید که درست توبرکل منطبق هست با زاویه. بنابراین توبرکل و کوستال انگل رو در یک سطح مشاهده می کنید. و بعد از اون هم شفت یا بادی رو دارید. شفت یا بادی در دنده اول کاملاً مسطح هست و بعد عکس یک دنده تیپی که ما سطح مدیال و سطح لترال داریم در دنده اول سوپریر سرفیس و اینفریر سرفیس رو داریم و یکی هم که این انتریر اند رو هم که اینجا مشاهده می کنید. ما برای اینکه تشخیص بدیم کدوم سمت سوپریر هست و کدوم سمت اینفریر، دنده رو اگر بر روی یک سطح مسطح قرار بدیم باید انتریر و پوستریر اند اون کاملا بر روی سطح قرار بگیره، در صورتی که اگر اون رو برعکس بذاریم میبینید که پوستریر اندش به سمت بالا هست و با سطح تماسی نداره. بنابراین این دنده سمت راست هست و به این شکل داخل بدن قرار میگیره.
بر روی سوپریر سرفیس اون به سمت میدیال بوردر یک برجستگی رو مشاهده میکنید که اسکالن توبرکل گفته میشه محله اینزرشن عضله انتریر اسکالن هست و دو طرف این در واقع توبرکل ما دو تا گروه خیلی کم عمقی رو میبینیم که مربوط میشه به عبور شریان و ورید سابکلیویان آرتری و سابکلیویان وین از این جداره بر روی دنده عبور میکنه تا به سمت مسیرش که اندامهای فوقانی هست ادامه پیدا کنه. اما دنده دوم خصوصیاتش بینابین هست و بیشتر شبیه شده به یک دنده تیپیک و ما اینجا باز هد رو داریم که هد بر روی اون دوتا فاسد هست، نک رو داریم، توبرکل رو داریم که توبرکل کمی فاصله داره با کوستال انگل. میبینید که شفت یا بادی حالت بینابین داره، نه کاملا مسطح هست و نه کاملا حالت مایل داره و میشه گفت که سوپریر سرفیس اون کمی به سمت لترال هست و اینفریر سرفیس اون کمی به سمت میدیال و بعد از اون هم که قسمت انتریر اند هست که با قضروف دندهی مفصل میشه. بر روی لترال سرفیس اون یک در واقع بگیم که سطح نسبتا خشن بزرگی حضور داره که اینجا محله اوریجن سراتوس انتریر هست. اما دنده 11 هم جزء دنده های ایتیپیک هست، همونجور که در اینجا مشاهده می کنید هد یک فست داره که با مهره 11 هم مفصل میشه. توبرکل رو نداریم، انگل نسبتاً باز هست و می بینیم که در انتها هم که نکتیز میشه که انتهای دنده 11 هم در عضلات ختم میشه و بر روی میدیال سرفیس اون هم دیگه ما گرووی مشاهده نمی کنیم، بنابراین کوستال گروو رو اینجا نداریم. این از خصوصیات دنده های تیپیک و ایتیپیک بود که در مورد اونها صحبت شد. خب در اینجا ورتبرال کالم یا ستون مهره رو مشاهده می کنید که از مهره ها تشکیل شده. حدود 33 مهره در شکل گیری ورتبرال کالم مشارکت میکنه، 7 مهره 12 مهره سینه ای، 5 مهره کمری، 5 مهره سکرال که با هم دیگه جوین شده و سکروم رو برامون ایجاد میکنه و 3 تا 4 مهره کاکسیس رو داریم که با هم دیگه کاکسیس یا دنبالچه رو ایجاد میکنن. پس همونجور که مشاهده میکنید ما مهره هایی داریم که به صورت کلی از لحاظ شکل ظاهری یک سری خصوصیات مشابه دارند، اما ما میتونیم از لحاظ بعضی از خصوصیات هر کدوم از این مهره ها رو تفکیک کنیم. بنابراین وقتی که گفته میشه که 7 مهره سرویکال یا مهره گردنی حضور داره، منظور این هست که مهره هایی که از لحاظ خصوصیات ظاهری به هم شبیه تر هستند. و بعد از اون هم 12 تا مهره سینه ای رو داریم یا توراسیک ورتیبری و 5 تا لومبار ورتیبری و بعد هم که سکروم رو داریم. خب همونجور که مشاهده می کنید با هم دیگه جوینت میشن و ما یک سری دیسک های بین مهره ای رو داریم که این دیسک های بین مهره ای با هم دیگه داره ساختار ورتبرال کالم رو شکل میده. همونجور که مشاهده میکنید در نمای ساجیتال یا بگیم در صفحه ساجیتال 4 کروچر یا 4 انحنا حضور داره. سرویکال کروچر که تهدبه اون به سمت جلو هست، توراسیک کروچر که تعقر به سمت جلو هست، باز لومبار کروچر رو داریم یا انحنای کمری که تهدب به سمت جلو هست و سکرال کروچر که مربوط میشه به استخوان سکرام و تهدب به سمت جلو هست. از این 4 انحنا دوتای اونها پرایمری هستن، یعنی در بعد به تولد حضور دارن، توراسیک کروچر و سکرال کروچر و دوتای دیگه
سکندری هستن، ثانویه هستن، بدین ترتیب که پس از مدتی بعد از تولد ظاهر میشن، که سرویکال کروچر حدود سن 4 تا 8 ماهگی وقتی که نوزاد وزن سر رو تحمل میکنه و سر رو بالا نگه میداره ایجاد میشه، و لومبار کروچر که وقتی که کودک شروع به راه رفتن میکنه در سن 12 تا 18 ماهگی شکل میگیره. پس ما انحناهای مربوط به مهره ها رو هم و مربوط به ورتبرال کالم رو مشاهده کردیم. اما بیایم اول یکی از مهره های تیپیک رو به صورت کلی بررسی کنیم و خصوصیاتش رو ببینیم، و بعد از اون تک تک مهره های هر کدوم از این قسمت ها رو بررسی کنیم. خب به صورت کلی مهره از یک بادی یا جسم تشکیل شده، که بادی یا جسم در سمت جلو هست. بادی یا جسم با بادی مهره های بالایی و پایینی مفصل میشه و در بین اونها دیسک بین مهره‌ای اینترورتبرال دیسک حضور داره. بعد از اون میبینیم که در دو طرف بادی ها دو زائده استخوانی هست که اصطلاحاً پدیکل نامگذاری میشه. پدیکل ها در امتداد تیغه هایی قرار میگیرن که لامینا نامگذاری میشن. دو تا لامینای دو طرف به هم وصل میشه و اسپاینال پروسس یا خار مهره رو ایجاد میکنه. در دو طرف اسپاینال پروسس جایی که لامینا داشت در ایجاد اسپاینال پروسس نقش ایفا میکرد، دو زائده این نسبتاً بلند داریم که ترانسفرس پروسس نامگذاری میشه. محلی که پدیکل و لامینا به هم وصل میشن هم دو تا پروسس دیگه داریم که سوپریر و اینفریر آرتیکولار فاسد نامگذاری میشه. بنابراین سوپریر آرتیکولار فاسد و اینفریر آرتیکولار فاسد رو مشاهده میکنید. این یک مهره سینه ای هست که با مهره سینه دیگه بر روی هم قرار میگیره و همونجور که مشاهده میکنید بین در واقع بادی و لامینا اینجا ما یک فضایی رو داریم که ورتبرال فرامن نامگذاری میشه. ورتبرال فرامن جایی هست که اسپاینال کورد یا تناب نخایی عبور میکنه. خب همونجور که مشاهده میفرمایید ما دو تا بادی ها رو داریم که داره به هم مفصل میشه، و بعد از اون میبینید که inferior articular facet مهره بالایی با superior articular facet مهره پایینی به هم دیگه جوینت میشه. در این نما درست در زیر پدیکل یک ناچی رو مشاهده میکنید و همچنین بالای اون. پس یه دونه ناچ داریم در بالا و یه دونه ناچ در پایین که به اونها ورتبرال ناچ گفته میشه. وقتی که مهره ها کنار هم قرار میگیرن این ورتبرال ناچ ها یک سوراخی رو ایجاد میکنن که اینتر ورتبرال فرامن نامگذاری میشه و اسپاینال نرو از اینجا خارج میشه. همونجور که مشاهده میفرمایید اینتر ورتبرال فرامن ها و محل خروج اسپاینال نرو ها رو مشاهده میکنید، و در وسط هم که اسپاینال کورد یا تناب نخایی در ورتبرال فرامن حضور داره. پس به صورت کلی مشخصات یک مهره به این شکل بود که بادی داشتیم، دو تا پدیکل، دو تا لامینا در دو طرف، اسپاینال پروسس، ترانسفرس پروسس، سوپریر آرتیکولار فاسد و اینفریر آرتیکولار فاسد، سوپریر ورتبرال و اینفریر ورتبرال ناچ که با هم دیگه بر روی هم اینتر ورتبرال فرامن رو شکل میدادن. اما بیایم و به بررسی خصوصیات هر کدوم از مهره های نواحی نام برده شده بپردازیم. ما گفتیم که در
در ناحیه سرویکال یا ناحیه گردن 7 مهره گردنی حضور داره. 7 سرویکال ورتیبر رو داریم که شامل مهره اول، مهره دوم و مهره های گردنی یا سرویکال ورتبری ها هست که همونجور که مشاهده می کنید مهره اول، دوم مهره های ایتیپیک هستند و ما بعدا در موردشون صحبت می کنیم. اما اینجا شما خصوصیات مهره های تیپیک گردنی رو مشاهده می کنید. همونجور که مشاهده می فرمایید بادی یا جسم در مهره های گردنی خیلی کوچیک‌تر هست و بعد از اون می‌بینید که ترانسفرس پروسس ها کوتاه هست و بر روی ترانسفرس پروسس ها سوراخی حضور داره که اصطلاحاً ترانسفرس فریمن نامگذاری میشه. ترانسفرس فریمن جایی هست که شریان ورتبرال یا ورتبرال آرتری از این سوراخ ها عبور میکنن تا در نهایت از طریق فرامین مگنم وارد حفره جمجمه بشن. بنابراین مشاهده میکنید که در ترانسفرس پروسس مهره های گردنی سوراخ هایی هست که ترانسفرس فرامین نامگذاری شد. باز همونجور که مشاهده میکنید ورتبرال فرامن در اینجا بزرگ هست و مثلثی شکل و بعد هم که میبینید اسپاینال پروسس کوتاه هست و دو شاخ. پس یک اسپاینال پروسس بایفورکیت، اسپاینال پروسس دو شاخ، ورتبرال فرامن بزرگ و مثلثی شکل، بادی کوچک و گرد و ترانسفرس پروسس دارای سوراخ مشخصات مهره های گردنی تیپیکال هستند. اما مهره اول و مهره دوم جزء مهره های ایتیپیکال به حساب میاد. همونجور که مشاهده میکنید مهره اول ترانسفرس پروسس خیلی کوتاهی داره که در بعضی از رفرنس ها به صورت کلی به این لترال مس گفته میشه. باز همونجور که مشاهده میکنید بادی یا جسم مهره اینجا حضور نداره. به جای اون یک سوراخ نسبتاً بزرگی داریم که ورتبرال فرامن بزرگی هست و در جلو و عقب دو تا آرچ یا دو تا قوس رو مشاهده میکنید. انتریر ورتبرال آرچ و پوستریر ورتبراج که بر روی اونها باز انتریر و پوستریر توبرکل حضور دارند. بر روی لترال مس دو تا فست یا سطح مفصلی هست که سوپریر و اینفریر فست رو مشاهده می کنید. سوپریر فست جایی هست که با کاندایل های استخوان اکسیپیتال جوینت میشه و اینفریر فست جایی هست که با سوپریر فست مهره دوم مفصل میشه. همونجور که مشاهده میکنید بر روی مهره دوم بر روی قسمت بادی یا جسم زائده ای حضور داره که اودنتوید پروسس یا دنس پروسس نامگذاری میشه، زائده دندانی که این زائده دندانی به جای بادی مهره اول نقش ایفا میکنه و بدین ترتیب قرار میگیره، به طوری که دنس پروسس با انتریر آرچ مفصل میشه و باعث میشه که مهره اول یا مهره اطلس بر روی مهره دوم که مهره اکسیس نامگذاری میشه بتونه یک چرخشی رو داشته باشه. بنابراین مشاهده کردید که مهره اول یا مهره اطلس فاقد بادی بود، به جای اون دو تا آرچ داشت، انتریر و پوستریر آرچ، دو تا لترال مس هست که بر روی لترال مس ها سوپریر و اینفریر آرتیکولار فست حضور داره. بر روی ترانسفرس پروسس سوراخ ها رو مشاهده میکنید، ترانسفرس فرامن رو مشاهده میکنید و بعد از اون هم که مهره دوم یا مهره اکسیس رو داشتیم که دنتیت پروسس یا اودونتیت پروسس بر روی بادی اون حضور داشت و بدین ترتیب دنتیت پروسس
جوینت میشد با انتریر آرچ و اینجا توسط یه سری ربات هایی در محل خودش محکم قرار میگرفت. بعد از اون ما گفتیم که مهره های سرویکال در امتداد مهره های سینه ای قرار میگیرن. این تغییر شکل به تدریج هست، به طوری که مشاهده میکنید تا حدود مهره هفتم ما اسپاینال پروسس بایفورکت یا اسپاینال پروسس دو شاخ رو داریم، اما در مهره هفتم این حالت دو شاخ به وضوح دیگه دیده نمیشه. بر روی سطح گردن از پشت که اگر مشاهده کنید، اولین برجستگی که مشاهده میکنید مربوط میشه به خار مهره هفتم گردنی که اصطلاح هست سرویکال پرومیننس یا برجستگی گردنی نامگذاری میشه. بعد از سرویکال پروتوبرنس برجستگی بعدی مربوط میشه به تیوان یا اولین مهره سینه. خب بیایم سراغ مهره های سینه. مهره های سینه ای در موردشون صحبت شد و شما اینجا مشاهده میکنید که نسبت به یک مهره گردنی بادی در مهره سینه ای بزرگتر هست. بادی تقریبا میشه گفت که قلوه‌ای شکل هست، ورتبرال فرامن کوچکتر هست، ترانسورس پروسس اون دیگه فاقده سوراخ هست. مشاهده میکنید که اسپاینال پروسس کاملا تیز، بزرگ و به سمت پایین و به سمت پایین جهت داره و ما میبینیم که اسپاینال پروسس های مهره ها بر روی هم اوورلپ دارن و یه جورایی دارن حفاظت بیشتری رو انجام میدن از اسپاینال کورد. مشخصه یک مهره سینه تیپیک این هست که بر روی بادیه اون دو تا فست مشاهده میکنید، سوپریر و اینفریر کاستال فست که با دنده هم نام و دنده پایینی مفصل میشد. بدین شکل شما دیدید که در واقع یک ورتبرال بادی با هد استخوان کاستال یا ریبز مفصل میشد و همچنین ترانسورس پروسس اون هم بر روی سطح خودش یک فست یا رویه مفصلی داره که با کاستال توبرکل ریبز مفصل میشد. پس ما بر روی بادی و ترانسورس پروسس مهره های سینه ای سطوح مفصلی داریم برای اتصال با دنده ها که بر روی سایر مهره ها مثل مهره های گردنی و مهره های کمری این سطوح مفصلی مشاهده نمیشه. مهره های سینه ای از لحاظ ظاهری تقریبا میشه گفت که کاملا یک دست هستن. تفاوت های جزئی داره، مثلا مهره 11 و مهره 12 هم به جای دو تا فست فقط یه دونه فست داره که با دنده های هم نامشون مفصل میشن. بعد از اون ما مهره های لومبار یا مهره های کمری رو داریم. در مقایسه با مهره های توراسیک میبینید که مهره های لومبار بادی خیلی بزرگ و حجمی دارن، بعد پس جسم یا بادی در اینها بسیار بزرگ و حجیم هست. ورتبرال فرامن رو مشاهده میکنید که نسبتاً گرد هست. اسپاینال پروسس رو میبینید که کوتاه و تبری شکل هست، در واقع یه سطح مربعی شکل رو داره ایجاد میکنه اسپاینال پروسس و همونجور که مشاهده میکنید ترانسورس پروسس ها نسبت به ترانسورس پروسس در مهره های سینه کوتاه تر هستند و بر روی اونها هم که فست یا جایگاه مفصلی حضور نداره. مشاهده میکنید که سوپریر و اینفریر آرتیکولار فست هم اینجا به صورت واضح قرار گرفته. پس وقتی که مهره ها با هم دیگه مهره های کمری با هم جوینت میشن میبینیم که اینترورتبرال فرامن های بزرگی دارن
ورتبرال فرامن نسبت به بادی کوچکتر هست به اسپاینال پروسس ها تبری شکل هست. اما برعکس مهره های سینه‌ای که گفتیم در اونها اسپاینال پروسس ها با همدیگه اوورلپ می کنن، در اینجا می بینید که بین اسپاینال پروسس ها فضاهایی حضور داره که ما از این فضاها برای دسترسی به کانال مهره و در واقع فضای صبر ارکنوئید استفاده میکنی. همونجوری که مشاهده میکنی کاملا مهره های سینه با هم اوورلپ دارن، اما مهره های کمری بین اونها فضاهایی هست که ما میتونیم نیدل رو از این فضاها عبور بدیم و وارد فضای سب ارکنوئید بشیم و مایه CSF یا مایه مغزی نخاعی رو از اینجا نمونه برداری کنیم، یا اینکه در واقع تزریق ماده بیهسی رو داشته باشیم برای بیهس کردن اندام های تحتانی و نواحی مربوط به لگن. بهترین محل برای ورود در واقع جایی هست که بین مهره L4 L5 و L3 L4 حضور داره که برای پیدا کردن این ناحیه شما کافیه که هایست پوینت استخوان ایلوم رو پیدا کنید و امتدادش بدید بر روی مهره. هایست پوینت ایلوم بر روی فضای دیسک بین مهره L3 L4 امتداد پیدا میکنه. خب ما بدین ترتیب در مورد ورتبرال کالم و اجزای سازنده اون صحبت کردیم و مشخصات هر کدوم از این نواحی مربوط به ناحیه مهره ها رو بررسی کردیم. اما بیایم سراغ ناحیه سکرم یا خاج. استخوان سکرم همونجور که در ابتدا گفتم از اتصال 5 مهره ایجاد میشه که این 5 مهره کاملا با همدیگه جوند و یک دست میشن. بنابراین همونجور که مشاهده میکنید ما یک انتریر سرفیس داریم، یک پوستریر سرفیس که انتریر سرفیس اون به دلیل مجاورت با احشا صاف و نسبتا صیقلی هست، به جز یک سری کرست هایی که مشاهده میکنید محل جون شدن مهره ها هست که به اونها انتریر سکرال کرست گفته میشه. در دو طرف اون سوراخ هایی رو میبینید که انتریر سکرال فرام نامیده میشه و محل خروج انتریر برانچ اسپاینال نرو ها هست. درست در مقابل این ها در پشت هم ما پوستریر سکرال فرامن رو داریم که پوستریر سکرال فرامن شاخهای پوستریر اسپاینال نرو از اینجا خارج میشه. میبینید که بر روی سطح پوستریر در وسط که اصطلاحا بهش میگن میدین سکرال کرست برجستگی هایی هست که باقی مانده اسپاینال پروسس مهره ها هست. بعد از اون یک میدیال سکرال کرست هست و بعد از اون لترال سکرال کرست. همونجور که گفتم میدیان سکرال کرست بقای اسپاینال پروسس ها بود، میدیال سکرال کرست بقای آرتیکولار فاست ها هست، آرتیکولار پروسس ها بقای اونها هست. و بعدم که در دو طرف دو تا لترال مس رو مشاهده میکنید. لترال مس ها جایی هست که استخوان سکرم با استخوان هیپ یا استخوان اینومینیت مفصل سکرو ایلیاک رو ایجاد میکرد و بر روی اون یک فست گوشی شکل یا اوریکولار فست رو مشاهده میکنید. خب در واقع اولین مهره سکرم یا S1 جوینت میشه با L5 یا پنجمین مهره کمری و اینجا دیسک بین مهره ای رو داریم و بعد از اون جایی که فرامن ورتبرال فرامن هست که اسپاینال نرو حضور داره و در انتها یک هایتس میبینیم. پس اینجا میشه چی؟ سکرال هایتس، که سکرال هایتس محل خروج اعصابی هست که در اینجا حضور داره. در ادامه
استخوان کاکسیس یا دنبالچه رو داریم که حالا متاسفانه ما اینجا اون رو نداریم، چون این استخوان ها بسیار ریز و کوچک هستند و از لحاظ خصوصی آدم که خیلی خصوصیت خاصی ندارن و به هم دیگه جوین شدن. خب من یک بار دیگه استخوان سکروم رو برای شما مرور کنم. دو تا لترال مس در دو طرف بود که بر روی لترال مس در سمت لترالش آرتیکولار فاسد که اصطلاحاً اوریکولار سرفیس گفته میشه حضور داره، که در اینجا سکرم با اینومینیت بون مفصل میشد و مفصل ساکرو ایلیاک رو ایجاد میکرد. ورتبرال فرامن که در امتداد ورتبرال فرامن مهرهای کمری هست، در پایین سکرال هایتس رو داریم، در وسط میدیان سکرال کرست، دو طرف میدیال سکرال کرست و بعد لترال سکرال کرست رو داشتیم. در پوستریر سرفیس پوستریر سکرال فرامین ها رو میبینید و در انتریر سکرال فرامین که این ها هم محل خروج اعصاب سکرال هستند. خب بدین ترتیب اگزیال اسکلتون در مورد اون صحبت شد. در پایان از سرکار خانم یلمه تشکر فراوان رو دارم.